سلام پنج شنبه و جمعه 28 تا 29 شهریور 98 19 و 20 سپتامبر 2019 میلادی باز هم عذرخواهی از, از اینکه به دلیل جابجایی و سفر برنامه دو روز در یک روز خدمتتون ارائه میشه در 48 ساعت گذشته کماکان بحث داغ محافل خبری حمله روز شنبه جمهوری اسلامی از جزایر ایرانی جزیره فارسی به منطقه نفتی زهران بود و اینکه واکنش های احتمالی چه خواهد بود حال امروز امریکا اعلام کرد که بانک مرکزی ایران رو به همراه صندوق توسعه ملی تحریم میکنه به دلیل اینکه پشتیبانی از کارهای تروریستی میکنن و همینطور شرکت اعتماد پارس رو که خرید میکنه برای تشکیلات اتمی ایران و البته خرید مواد غذایی و دارویی از هر تحریمی معاف دستورالعمل اداره خزانه داری هست که هیچ تحریم بانکی یا حمل و نقل یا بیمه شامل خرید مواد غذایی و دارویی نمیشه ولی تحریم بانک مرکزی ایران که در دور قبلی تحریم ها در زمان آقای اوباما انجام شده بود بعد از برجام به همراه سایر تحریم ها برداشته شد و در دور جدید که امریکا به تنهایی شروع به تحریم کرد به تدریج تحریم ها افزایش پیدا کرده و بانک مرکزی آخرین یکی از آخرین جاهایی که الان به تحریم پیوسته اگر این تحریم سفت و سخت باشه اون وقت عملا دسترسی جمهوری اسلامی به منابع ارزی کشور هم ذخایر ارزی کشور هم که میتواند کسری موازنه بازرگانی ایران رو تأمین بکنه دشوار خواهد شد روزها برای اولین بار فورا اکسال عمل نشون دادند و گفتند ما کارمون رو با بانک ایران ادامه میدیم شایعاتی در محافل خبری مطرح بود که این حمله به تأسیسات نفتی سعودی با تشویق روس ها صورت گرفته و اونها بودند که میخوان که روابط با غرب تیره باشه از یک سو و از سوی دیگه هم عملا مسئله بی اساس بودن بی پایه بودن دفاع های امریکایی رو به رخ بکشن ولی هنوز این گمان زنی ها به اثبات نرسید اما در سوی دیگه بعد از اینکه دیروز پنجشنبه اعلام شد که سه گزینه ارتش امریکا به آقای ترامپ داده یکی حمله به مرکز سپاه دیگری حمله به تاسیسات نفتی و سومی حمله سایبری و آقای ترامپ درخواست کرده بود که گزینه های بیشتری در اختیار او قرار بگیره امروز اعلام شد که گزینه های متعددی رو در اختیار آقای ترامپ قرار دادن که او تصمیم بگیره که البته در یک مصاحبه مطبوعاتی آقای ترامپ مطرح کرد که خودش رو در واقع تحسین کرد برای خیشتنداری که نشون داده حال اگر قرار باشه اتفاق نظامی بیفته طبیعتا ابتدا باید به فعالیت سیاسی و دیپلماتیک صورت بگیره که عربستان اولین گام رو برداشته نامه ای به دبیر کل سازمان ملل و نامه جداگانه یم به شورای امنیت سازمان ملل نوشته و از اقدام ایران شکایت کرده پنتاگون هم موافقت کرده نیروی نظامی به عربستان بفرسته برای دفاع هوایی و دفاع موشکی عربستان که ضعفهایی رو که داشته جبران بکنه بر صورت کماکان در چند روز آینده باید منتظر بود احتمالا تحولات دیپلماتیک بیشتری اتفاق میفته و ممکن است که عملیات نظامی در فاصله کوتاه در دستور نباشه و تصمیم به هر صورت در عهده آقای ترامپ رئیس جمهور امریکاست جالبه که امروز امام جمعه های مختلف با دستور عملی که بیت رهبری به اونها میده شروع کردن به رجز خوندن که میزنیم میگیریم همینطور هم فرماندهان نظامی که شیر میگیریم و پلنگ میکشیم و اسرائیل رو نابود میکنیم امریکا رو داغون میکنیم ولی موضوعی که در سطح مدیران ارشد کشور شخص آقای خامنه ای و روحانی و غیره به شدت نگران عملیات نظامی امریکا بودن و پشت پرده چند پیغام ارسال شده برای اینکه قصد جنگ با آمریکا رو ندارن شاید همین پیغام و پسخام ها هم هست که آقای ترامپ رو هم فعلا مردد نگه داشت در اسرائیل حزب لیکود باز هم اکثریت به دست نیورد این بار دو کرسی هم کمتر از حزب سفید آبی اطلاف سفید آبی به دست آورد و به این ترتیب هیچ کدوم از دو حزب راست و میانه نتونستند اکثریت به دست بیارن احتیاج به اعتلاف دارن با احزاب راست حزب لیکود یا با احزاب چپ حزب سفید آبی و البته حزب آقای لیبرمن با هشت کرسی میتونه تعیین کننده باشه اگر آقای نتانیاهو موفق بشه که اعتماد حزب سفید آبی رو جلب کنه و این دو حزب با هم دولت تشکیل بدن و وقتی که به اطلاف هیچ کدوم از احزاب کوچک چه از چپ چه از راست احتیاجی ندارند امری که در اسرائیل یک بار مسبوق به سابقه بوده نخست وزیر هم بین دو حزب اصلی اطلاف کننده دو سال قرار بودن نوبتی در دوره چهار ساله رهبر این حزب دو سال و رهبر حزب دیگه هم دو سال نخست وزیر بودن و عملا دولت وحدت ملی تشکیل شده بوده حال طی چند هفته آینده اسرائیل کماکان در انتظار به سر خواهد بود اگرچه دستگاه نظامی و اطلاعاتی اسرائیل چندان منتظره تشکی دولت ها نیست و عمل کردش بسیاری مواقع مستقل از تغییر دولت هاست با امید پیروزی ایران و ایرانی